فشار تحریم ها و جنگ گورکا، هشدار ارگان ولی فقیه ارتجاع به آخوند روحانی. خروجی عملیات دشمن این است که دولت پیشاپیش احساس کند برنامه ریزی اقتصادی بیفایده بوده و حل مشکل در جای دیگری است. کسی که در مقابل فتنه 88 سکوت کرده است کمترین صلاحیتی برای وزیر شدن ندارد. کیهان ارگان ولی فقیه ارتجاع در سرمقاله شنبه دوم شهریور خود نوشت: آنچه که خطرناک است و میتواند خدای ناکرده پاشنه آشیل عزم قوا و نهادهای کشور باشد، غفلت از توطئه ها و دسیسه های دشمن است که پروژه منحرف کردن اولویت اصلی کشور را تدارک و ساماندهی کرده است. زیرا هدف عملیات روانی دشمن که طی هفته های اخیر اوج گرفته این است که القا نماید دولت جدید در حل مشکلات اقتصادی با بن‌بست روبرو شده و علت آن تحریم های به اصطلاح فلج کننده و گزنده آمریکا بوده است. نتیجه و خروجی این عملیات روانی و رسانه‌ای این خواهد بود که دولت و به خصوص تیم اقتصادی پیشاپیش احساس کند که خلاقیت ها و برنامه ریزی های اقتصادی بیفایده بوده و حل مشکل در جای دیگری است. متاسفانه جماعتی در داخل آدرس های حریف را پیگیری کرده و جدول دشمن را پر می کنند که جای شرم و ندامت دارد. بنابراین بدون کمترین تردیدی باید گفت این جماعت نمی توانند و صلاحیت ندارند یار رئیس جمهور و دولت باشند. نگاه این جماعت تنها بر این است که منفعلانه و اجزالود دل به بیرون ببندند، در حالی که به تعبیر رهبر انقلاب هر کس به بیرون دل ببندد وقتی با فشارها مواجه می شود خلع سلاح می شود. کیهان آخوندی در سرمقاله روز یک شنبه سوم شهریور خود نیز نوشت: کسی که در جایگاه یک شخصیت شناخته شده در مقابل فتنه 88 سکوت کرده است، شاید سکوت او جرم قابل پیگیری در محاکم قضایی نباشد، ولی بیخیالی وی در مواجهه با آن حرکت براندازانه کمترین صلاحیتی برای وزیر شدن او باقی نمی گذارد. و البته این همه در حالی است که فقط سکوت کرده باشد و نه آن که دستن در کار فتنه و آتش بیار آن معرکه بوده باشد. زوزه های انزوا و طرد جهانی رژیم آخوندی، سوز و گداز وزیر خارجه کابینه روحانی از ابعاد تحریم ها و رسوایی نمایش انتخاباتی و ترفندهای فریبکارانه رژیم در مذاکرات اتمی. وزیر خارجه جدید رژیم: دنیا هنوز فهم درستی از انتخابات ایران ندارد. تحریم یک مانع عمده است در حوزه دیپلماسی اقتصادی. شما نیاز دارید با یک مذاکرات هوشمندانه زمینه تحریم ها رو از بین ببرید که این نیاز به یک کار میان مدت و دراز مدت داره. جواد ظریف: امیدواریم که بتونیم با اجماع داخلی بین نخبگان در حوزه سیاست خارجی بتونیم این مراحل رو پیش ببریم. جواد ظریف، وزیر خارجه جدید رژیم آخوندی، در مصاحبه با تلویزیون حکومتی با سرخوردگی از تحریم‌های اعمال شده علیه رژیم، لغو آنها را یک کار میان مدت یا دراز مدت عنوان کرد و گفت: شما به تحریم اشاره کردید. بله، تحریم یک مانع عمده‌ای هست در حوزه دیپلماسی اقتصادی. البته مانعی نیست که بتونه تمام در واقع زمینه‌های کار اقتصادی رو از بین ببره، اما همونطور که شما اشاره کردید مانع عمده‌ای هست و این مانعیه که این دولت در ابتدای کارش با اون روبروه، اونم به شکل فزاینده‌ای که در حال پیشرویه. لذا شما نیاز دارید که این زمینه‌چینی ها رو مرحله به مرحله بکنید و در کنارش با یک مذاکرات هوشمندانه زمینه تحریم ها رو از بین ببرید، که این نیاز به یک کار دراز میان مدت و دراز مدت داره. امیدواریم که بتونیم با طراحی، با برنامه‌ریزی، با اجماع داخلی، مهمترین
کاری که باید این دولت انجام بده ایجاد اجماع بین مردم، بین نخبگان در حوزه سیاست خارجیه تا بتونیم این مراحل رو به پیش ببریم و کم کم به تدریج با صبر و حوصله و با یاری مردم این مسیر رو به پیش بریم و به سمت کاهش فشارهای اقتصادی و باز کردن زمینه برای حضور بخش خصوصی در صحنه بین‌المللی پیش بریم. وزیر خارجه جدید رژیم با اذعان به انزوای جهانی و رسوای نمایش انتخاباتی و ترفندهای فریبکارانه رژیم افسود: مرحله بعدی تحریم‌های دو جانبه و یک جانبه ایه که مخصوصا از طرف ایالات متحده با سوء استفاده از اون مبنایی که تحریم‌های سازمان ملل داشته علیه جمهوری اسلامی تحمیل شده، در واقع مداخله ایست که ایالات متحده با استفاده از ابزار فشار و در واقع سیاه نمایی و ترسوندن دنیا از جمهوری اسلامی. یه وقتی هم میبینیم که استفاده از امکانات اقتصادی، بازار بزرگی که ایالات متحده داره، همکاری های وسیعی که کشورهای مختلف با آمریکا دارن در حوزه اقتصادی، از اینها امریکا سوء استفاده میکنه، یک تصویر نادرستی هم از تحریم های شورای امنیت و یک تهدید انگاری از ایران یا به اصطلاح سیاسیون امنیتی سازی جمهوری اسلامی داره ایجاد میکنه، یک تلاشی میکنه که ایران رو به عنوان یک تهدید امنیتی جلوه بده و بعد اون وقت اینا رو بار میکنه، این تحریم های غیرقانونی خودش رو بر تحریم های شورای امنیت سوء استفاده میکنه. خب اینا نیاز هست که باهاش برخورد بشه. این واقعیت که 130 نفر 130 نماینده نامه نوشتن، از همین 130 تا شاید 20 تاشون به تحریم ها رأی منفی دادن، نشون دهنده اینه که چقدر کسانی که میخوان اولا نمایندگان رو ارعاب بکنن در کنگره آمریکا، ثانیا مردم دنیا رو بترسونن، به وحشت بندازن، یعنی حکومت با وحشت، حکومت با ترور بکنن به دنیا، حکومت با دشمن تراشی بکنن به دنیا، حکومت با ترسوندن مردم از چیزی که وجود خارجی نداره و اون یه برنامه نظامی هسته‌ای در ایرانه که اصولا وجود نداره، چون منافع ما درش نیست، نیازی بهش نداریم. اینا چقدر وحشت کردن از اینکه یه گفتمان جدیدی در ایران حاکم شده که این گفتمان جدید میتونه منافع اونا رو به خطر بندازه. من اینجوری میبینم این تحریما رو. اما یک نکته قابل توجهی هم هست و اون اینه که من فکر میکنم دنیا هنوز فهم درستی از ایران و انتخابات ایران نداره و این در بعضی از این پیام ها مخصوصا در اظهارات شفاهی مقامات غربی خیلی روشنه و اون اینه که فکر میکنن که بعد از انتخابات دولت آماده است که از حقوق مردم صرف نظر بکنه، یا اینکه این انتخابات رو در واقع یک زمینه برای فشار میدونن یا تأثیر فشار. این نشون میده که یک بار دیگه اینا اشتباه فهمیدن جمهوری اسلامی رو. مردم تو این انتخابات نشون دادن که درسته که یک گفتمان دیگری رو میخواهن، شاید خیلی نسبت به گفتمانی که بود اظهار رغبت نکردن، واقعا من دوست دارم اینجوری فکر کنم چون من با اون گفتمان مشکل داشتم، اما از طرف دیگه نشون دادن که این مردم تو صحنه، این مردم حاضر نیستن عزتشون رو معامله کنن، این مردم قبول ندارن که با جمهوری اسلامی با کشورشون برخورد غیر عزتمندانه بشه و میخوان از موضع عزت ولی از طریق تعامل سازنده کار رو به پیش ببرن. وزیر خارجه رژیم آخوندی در کمال وقاحت و بیشرمی حمله شیمیایی دیکتاتور سوریه علیه کودکان و مردم سوریه را به رزمندگان سوری نسبت داد و گفت: الان فجایعی که داره در سوریه اتفاق میفته که از سلاح شیمیایی این گروه های افراطی که توسط نیروهای خارجی دارن حمایت میشن، توسط دولتهای خارجی دارن حمایت میشن، برای اینکه بتونن یک امتیاز سیاسی کوتاه مدت بگیرن در زمان حضور تیم سازمان ملل در اونجا برای بررسی ادعای استفاده از سلاح شیمیایی، میان سلاح شیمیایی استفاده میکنن علیه مردم بیگناه، صدها نفر رو به خاک و خون میکشن، تا این میزان بخوان استفاده بکنن از این ابزارها برای پیشبرد مقاطع یه منافع مقطعی، این نشون دهنده در واقع عمق درک غلط از شرایط بین المللیه. ما باید وارد این مفاهمه بشیم، ما باید به صورت جدی به این کشورها نشون بدیم که اون چه که اونها رو تهدید میکنه
افراطیه که خودشون دارن ایجاد میکنن. شایان ذکر است که علاوه بر تصریحات مکرر ائتلاف ملی سوریه، جنرال های ارتش آزادی سوریه و همچنین سرهنگ ریاض‌الاسد، بنیانگذار و از اعضای ستاد فرماندهی این ارتش، بر نقش مستقیم رژیم آخوندی در جنگ با مردم سوریه و اینکه سرکرده نیروی تروریستی قدس قاسم سلیمانی دستور این جنایات جنگی را صادر می‌کند تأکید کردند. همچنین وزیر خارجه انگلستان تصریح کرد که ما می‌دانیم مسئول حمله شیمیایی به حومه دمشق رژیم بشار اسد است و خاطر نشان کرد کسانی هستند که می‌خواهند این مسئله را لوس کنند.